سلام به همراهان عزیز کانال Life of Celebrities. تو این ویدیو در مورد ادیسون، بزرگترین مخترع آمریکا و ماجرای جالب زندگیش صحبت میکنم. پس لطفاً ویدیو رو تا آخر دنبال کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید. توماس آلوا ادیسون در سال 1847 میلادی در ایالت اوهایو آمریکا به دنیا آمد. به دلیل مهاجرت خانوادهش در سال 1854 به پورت هارن میشیگان در اونجا بزرگ شد. ادیسون هفتمین و آخرین فرزند خانواده بود. او در کودکی گرفتار مشکلات شنوایی شد. علت ناشنوایی او به دلیل تب قرمز و عفونت‌های مکرر گوش میانی درمان نشده او بود. ادیسون فقط چند ماه در مدرسه تحصیل کرد و بعد از مدتی مدیر مدرسه نامه‌ای به او داد تا به مادرش برسونه. مادر ادیسون نامه رو خوند. در نامه نوشته شده بود که با کمال تأسف باید بگویم فرزندتان کودن است و هیچ گونه استعدادی برای ادامه تحصیل و درس خوندن نداره. مدرسه ما نیز جای افراد ابله و کودن نیست و از فردا او را به مدرسه راه نمی‌دهیم. ولی مادر ادیسون کار عجیبی کرد و نامه رو جور دیگه‌ای برای فرزندش خوند. اون نامه رو اینجوری خوند: فرزند شما نابغه و باهوش است و مدرسه ما توان آموزش به فرزندتان را به خاطر داشتن هوش بالا ندارد. شما باید شخصا خودتان به او آموزش دهید. اینطور شد که مادر ادیسون چون خودش قبلا معلم بود شروع به درس دادن فرزندش در خونه کرد. مدتی بعد از فوت مادرش ادیسون اصل نامه معلمش رو پیدا کرد و تازه فهمید نامه معلمش چیز دیگه ای بوده و بعدها در خاطراتش نوشت: توماس ادیسون فرد کودنی که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد. ادیسون در نوجوانی در راه آهن به فروش روزنامه‌ای که خودش چاپ می‌کرد مشغول بود. بعد از اون در سال 1869 ادیسون راه آهن رو ترک کرد و سرپرست فنی یک مؤسسه صرافی بزرگ در نیویورک شد. و اولین اختراع موفقش رو که نوعی تلگراف چاپی بود به نام خودش ثبت کرد. تلگراف ادیسون برخلاف انواع رایج روز که علائم مورس را به صورت صداهای کوتاه و کشیده به گوش اپراتور می‌رسوندند، اونها رو به شکل خط و نقطه بر روی نوار کاغذی چاپ می‌کرد. ادیسون حق امتیاز اختراعش رو در برابر 4000 دلار به مدیر صرافخونه واگذار کرد و با پول اون توی نیوآرک نیوجرسی یک کارگاه تحقیقاتی برای خودش برپا کرد. ادیسون اونجا علاوه بر تکمیل لوازم جانبی تلگراف، یک سامانه پیشرفته نمایشگر اطلاعات بورس رو طراحی کرد که سود زیادی از اون به دست آورد. ادیسون مدت‌ها توی فکر این بود که کارگاهش رو به محلی بازتر و بزرگتر منتقل کنه. در نهایت وقتی سرمایه کافی فراهم شد، در سال 1876 در منطقه منلو پارک نیوجرسی یک لابراتوار پژوهشی مجهز برپا کرد و گروهی از افراد لایق و مستعد رو به همکاری دعوت کرد. تأسیس این آزمایشگاه نقطه عطفی در فعالیت‌های توماس ادیسون بود و صدها اختراع کوچک و بزرگ توی این مؤسسه ساخته شد و همگی به نام ادیسون ثبت شدند. ادیسون لامپ حبابی رو اختراع نکرد چون قبل از اون این لامپ اختراع شده بود. با تلاش و آزمایش صدها ماده مختلف، ادیسون و همکارانش تونستن با خالی کردن هوای داخل حباب و استفاده از نخ معمولی زغال اندود کربونیزه لامپی بسازن که تا 40 ساعت نور بده. این موفقیت اولیه باعث شد تا اونها با پشتکار بیشتری به کار خودشون ادامه بدن. و وقتی تونستن عمر متوسط چراغ برق رو به 500 ساعت برسونن، ادیسون تصمیم گرفت که اون رو به نمایش بذاره. البته نمونه لامپ ادیسون توسط مخترعی بریتانیایی به نام جوزف سوان تولید و توی بریتانیا ثبت شده بود و این ثابت میکنه لامپ ادیسون چیز جدیدی نبود. با این حال نباید تلاش های ادیسون رو برای گسترش این تکنولوژی نادیده بگیریم. در سال 1880 ادیسون درخواست ثبت اختراع لامپ روشنایی الکتریکی رو به اداره اختراعات آمریکا فرستاد، اما درخواستش رد شد. کارشناسان سازمان معتقد بودند که طراحی و ساخت لامپ ادیسون بر پایه کارهای ویلیام سایر بوده. بنابراین تنها امتیاز اختراع رشته زغال اندود پرمقاومت یعنی ماده تولید کننده نور لامپ به ادیسون رسید.
دو سال بعد از نمایش عمومی لامپ الکتریکی، ساختمان کارخانه مرکزی تولید برق به نام ایستگاه پرل استریت به پایان رسید و در 4 سپتامبر همون سال اولین سیستم توزیع نیروی الکتریسیته در جهان با ولتاژ 110 ولت و 59 مشتری در مرکز منهتن به دست ادیسون افتتاح شد. مدتی بعد ادیسون تلاش کرد تا حق امتیاز لامپ برق رو در بریتانیا برای خودش بگیره و بر رقیبش جوزف سوان که مستقل از ادیسون لامپ حرارتی رشته زغال اندود رو اختراع کرده بود پیروز بشه. اما بعد از یک دعوای حقوقی دو طرف به توافق رسیدن و برای بهره‌مند شدن از منافع اختراعشون در بریتانیا شرکت ادیسون رو تأسیس کردند. این شرکت در سال 1892 بخشی از کمپانی بزرگ جنرال الکتریک متعلق به ادیسون شد. همسر اول توماس ادیسون مری نام داشت. زندگی توماس و مری بسیار گرم و شاد بود و اونها 3 فرزند داشتن. اما متاسفانه بعد از مدتی مری فوت کرد. مدت‌ها بعد ادیسون با همسر دومش به نام مینا میلر آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. ادیسون از ازدواج دومش هم صاحب 3 فرزند شد. ادیسون در سالهای عمرش اختراعات زیادی رو به ثبت رسوند و در 6 ژانویه 1931 درخواست ثبت آخرین اختراع خود به نام وسیله نگهدارنده اشیا هنگام آبکاری الکتریکی رو به اداره ثبت اختراعات فرستاد. اما قبل از دریافت پاسخ در همون سال و در 84 سالگی درگذشت. نیکولا تسلا، مخترع بزرگ و از همکاران ادیسون درباره روش ادیسون در حل مسائل گفته اگر ادیسون میخواست سوزنی رو در انبار کاهی پیدا کنه با پشتکار فراوان دانه به دانه کاه را کنار میزد تا بالاخره سوزن نمایان شود. بارها با تأسف میدیدم که چگونه بخش اعظم وقت و انرژی او صرف یافتن یک فرمول جزئی یا انجام دادن محاسبه‌ای کوچک میشد. ادیسون خودش هم در این باره گفته نوآوری 1% الهام روح است و 99% عرق ریختن و تلاش کردن است.